با درود به همه بیننده عزیزم، آدریان هستم، باشپزخونه من. خوش اومدین. امروز میخواییم با هم آش شل قلمکار درست کنیم. برای درست کردن این آش خوشمزه و متعاوت با من همراه باشین با ادامه ویدیو. برای حمایت کردن از کانالم سابسکرایبش کنید و برای دیدن ویدیوی بیشتر روی شکل زنگوله کلیک کنید. برای شروع کار 7 پیمانه آب قلم داریم که اون رو اضافه میکنیم داخل یه قابلمه بزرگ. اگه تا به الان ویدیو طرز تهیه سوپ قلم رو ندیدین، همین بالا براتون قرارش میدم. میتونید توی این مرحله این سوپ خوشمزه رو درست کنید و از آب این سوپ برای آش شل قلمکار استفاده کنید. در غیر این صورت شما میتونید از 7 پیمانه آب جوش و 2 تا 3 تا دونه عصاره گوشت استفاده کنید. فقط توجه کنید عصاره چون نمک داره نباید به آش شل قلمکارتون نمک اضافه کنید. نصف پیمانه بلغور گندم و نصف پیمانه جو داریم که توی این مرحله اضافه میکنیم. باید صبر کنیم تا موادمون به جوش بیاد و اونها پخته بشه و ادامه کار رو با هم دنبال میکنیم. توی این مرحله حبوباتی که داریم رو 24 ساعت قبل باید اونها رو خیس کنید و بعد اونها رو بپزید. حبوباتی که برای آش شل قلمکار باید استفاده کنید: لوبیای قرمز، نخود، لوبیای سفید، لوبیای چشم بلبلی، عدس و ماشه. مقدار این حبوبات رو هم تو قسمت توضیحات براتون یادداشت کردم. بعد از اینکه حبوبات پخت با هم مخلوطشون میکنیم، یک پیمانه از این حبوبات رو جدا میکنیم و مابقی رو باید با غذاساز کاملا آسیابشون کنیم و کنار میذاریم. بعد از پخته شدن بلغور و گندم و جو، نصف پیمانه برنج داریم که برنج رو باید از قبل خیس کنید. من اینجا برنج رو با گوشکوب کمی کوبیدم تا به صورت نیم دونه در بیاد. برنج رو اضافه میکنیم و مواد رو با هم مخلوط میکنیم و حبوباتی که آسیاب کرده بودیم توی چند مرحله به مواد آشمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. شله باید توی این زمان کم باشه. زردچوبه و فلفل سیاه داریم به مقدار نصف قاشق چایخوری از هر کدوم. داخل روغن کمی تفت میدیم و اضافه آش میکنیم. بعد از اینکه همه این مواد رو اضافه کردیم، هر یک رب باید آش رو مخلوط کنیم تا ته نگیره. این نکته رو فراموش نکنید. تو این مرحله 300 گرم گوشت قرمز داریم که من اینجا دارم از گوشت گوسفند استفاده میکنم. اگر دوست داشتید میتونید از گوشت گوساله گاو هم استفاده کنید. گوشت رو باید بذارید از قبل با یه دونه پیاز کوچیک، فلفل و زردچوبه و 2 تا برگ بو کاملا پخته بشه و بعد ریش ریشش کنید. تو این مرحله گوشت قرمزمون رو اضافه میکنیم و همینطور یک پیمانه حبوباتی که داریم رو هم اضافه میکنیم. یه قاشق چایخوری نمک داریم که نمک رو هم باید توی این مرحله اضافه کنید. فقط دوستان عزیزی که از عصاره گوشت استفاده میکنن حتما باید توجه کنند قبل از اینکه نمک رو اضافه کنین حتما آش رو تست کنید اگر نیاز به نمک بود نمک رو اضافه کنید. بعد از اضافه کردن نمک درب قابلمه‌مون رو میبندیم به مدت 20 دقیقه. فقط توی این زمان باید یک یا دو بار آش رو مخلوط کنید تا ته نگیره. بعد از این زمان ادامه کار رو با هم دنبال میکنیم. بعد از زمان 20 دقیقه 6 قاشق غذاخوری پیاز چیپسی داریم. اگر تا به الان طرز تهیه پیاز چیپسی رو ویدیوش رو ندیدین، همین بالا براتون قرارش دادم. پیازها رو اضافه میکنیم، آش رو مخلوط میکنیم. اگر آش توی این مرحله صفر بود، شما میتونید از 1 تا 3 پیمانه آب جوش هم استفاده کنید. یادتون نره که آب گوشت رو که پختین دور نریزید و به آش اضافه کنید. بعد از اضافه کردن پیاز داغ 500 گرم سبزی آش داریم که اضافه میکنیم. بعد از این مرحله درب قابلمه نیاز نیست بسته باشه چون رنگ سبزیاتون عوض میشه. بعد از اضافه کردن سبزی ها آش رو مخلوط میکنیم. به مدت 20 دقیقه دیگه باید روی حرارت بمونه تا سبزی هامون پخته بشه. زمانی که خواستید آب قلم یا آب گوش رو به آشمون اضافه کنید، حتما باید اون رو صافی کنید تا مواد اضافهش گرفته شه. قبلا آش دوغ آذربایجان رو داخل این کانال قرار دادم.
اگر طرز تهیه اون رو ندیدین، ویدیوشو همین بالا براتون قرار دادم، میتونید توی منزل درست کنید و در کنار خانوادتون لذت ببرید. بعد از زمان 20 دقیقه آش ما آماده است. داخل ظرف مورد نظر می‌ریزیم، تزیینش می‌کنیم و پایان کار رو با هم می‌بینیم. بیننده عزیز، آش شل قلمکار ما آماده شد. مثل همیشه تقدیم شما یه آش بسیار مقوی و پرخاصیته. حالا که فصل سرما، سوسیه میکنم درستش کنید و در کنار خانوادتون لذت ببرین. و اگر تا به الان طرز تهیه آش رشته رو ندیدین، پایان همین ویدیو براتون قرارش دادم. امیدوارم مثل همیشه از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و به اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودین. تا یه برنامه آشپزی دیگه، بدرود.